بیشتر از 8 ماه جنگ در فلسطین صحنه هایی رو شاهد بودیم که فکر کنم تو تاریخ بشر شاید غیر بی سابقه باشه. صحنه هایی که در مدت کوتاهی هزاران هزار نفر آدم ها رو میگیرن میکشن، شب و روز بمبارون میکنن. بیشتر از 38 هزار نفر که شاید بیش از 60% زن و بچه هستن کشته شدن تو این 7-8 ماه به وسیله دولت ارتش اسرائیل. از طرف دیگه میبینیم که آب، برق و تمام امکانات پایی زندگی انسان ها رو قطع کردن و میلیون ها نفر رو توی قطعه زمین در محاصره کردن و روشون بمب دارن میریزن و هیچ راهی وجود نداره. الان صحبت از گشنگی تو سطح میلیونی در فلسطینه. جنگی که در 7 اکتبر شروع شد با حملات تروریستی گروه حماس، در واقع که نتیجهش بیش از هزار نفر کشته و چندین صد نفر زخمی شدن، بیش از 200 نفر گروگان گرفتن شدن که هنوز هم بیشتر از 100 نفرشون گروگان هستن، یه حرکت تروریستی بود که در واقع بهانه خیلی خوبی شد برای دولت اسرائیل که به شکل استراتژیک تلاش بکنه که اصلا انسانیت مردم فلسطین رو زیر پا بذاره. شرایطی به وجود اومده که دنیا با این مشکل روبرو شده، ولی در مقابل این مشکل میلیون ها نفر توی دنیا شبانه روز، هر روز، هر شب، هر هفته اعتراض دارن میکنن و خواهان صلح هستن. صلحی که با نه دولت اسرائیل میخواد، نه پایان جنگی رو که دولت اسرائیل میخواد، نه صلحی هست که در واقع حماس و گروه های اسلامی میخواد. و اینا هیچ کدومشون در صلح، در آرامش و زندگی کردن 7.5 میلیون فلسطینی و 7.5 میلیون اسرائیلی رو نمیخوان و نمیخوان این جنگ پایان پیدا کنه، به خاطر اینکه این جنگ نعمت خدادادی برای دو طرفه. این جنگ، این وسط مردم هستن که دارن زندگیشون رو از دست دادن و از دست میدن و مردم دنیا هم اعتراضشون رو بلند کردن. این وضعیتی که ما باش رو هستیم، این جنگ تنها آلترناتیو نیست، یه آلترناتیو سوم هم هست. جنگ یه طرفی هست که مردم دنیا دارن اعتراض میکنن، نه به حماس باید باشه و نه به دولت اسرائیل. دقیقا، یعنی وقتی نگاه میکنیم هر دو طرف دو روی یه سکن، هر دو ارتجایی، هر دو ضد بشری، واقعا میشه دید چقدر راحت همینطوری آدم میکشن، یعنی مثل آب خوردن آدم میکشن. و واقعا برای من واقعا خشمگین میشم وقتی میبینم تعدادی هستن مثلا سلطنت طلبا که میان پرچم دولت اسرائیل رو میگیرن در حالی که داره نسل‌کشی صورت میگیره اونجا. و یعنی یه جامعه داره نابود میشه، مردم دارن قتل عام میشن و اینا دارن میان پرچم اون اشغالگر رو دارن بالا میگیرن. و از اون طرف هم خب ما میبینیم کسایی هستن که میان طرفدار مردم فلسطینن، بر حق طرفدار مردم فلسطینن، ولی بعد میان پرچم حماس رو بلند میکنن. حماسی که واقعا یه نیروی سرکوبگره توی خود فلسطین و جزء جنبش اسلامیه که واقعا داره زندگی مردم خیلی جوامع رو زیر رو میکنه، سیاه میکنه. و خب به نظر من واقعا مشخصه که نباید از هیچ طرف طرفداری کرد، طرفداری از یه طرف، طرفداری یک تروریست علیه یه تروریسم دیگه. و مشخصا ما باید علیه هر دو بایستیم و این اهمیت زیادی داره که طرف واقعا یکی از این طرفین رو مدافعش نباشیم. و متاسفانه ما میبینیم که در خیلی مقاطع اینطور جلوه میشه، یا باید طرفدار دولت اسرائیل باشی یا باید طرفدار حماس باشی. نخیر، من هیچ کدومشون رو قبول ندارم، هر دوتاشون ضد بشری، ضد انسانی هن. و خب ما خودمون میدونیم که الان تو این چند ماه هم حماس هم دولت اسرائیل چه کار کرده و تاریخا هم چه کار کرده و چه کار هم خواهد کرد. یعنی واقعا باید جلوشون ایستاد با این پرچم، نه به دولت اسرائیل، نه به جنبش اسلام سیاسی.
بخشی از این جنگ، چیزی که ما شاهدش هستیم، پروپاگاندای میدیاست، یعنی در واقع وارونه کردن واقعیت و تصویری رو به وجود آوردن که هیچ گونه مقاومت در برابر این وضعیت رو اجازه ندن اتفاق بیفته. شما هم میتونید ببینید این همه دانشجوها دارن اعتراض میکنن تو سراسر دنیا، توی طوری این جنبش دانشجوها رو به تصویر میکشن که مثل اینا یه سری تروریستن. در واقع این جنبش دانشجویی با صحنه های واقعا درخشانی رو به وجود آوردن در دفاع از مردم فلسطین. یه مثال خوب اینجا بیل ماره که یه مفصل سیاسی آمریکاییه که اتفاقا گفته بود که این دانشجوهایی که دارن از مردم فلسطین دفاع میکنن، اینا بهتره برن علیه آپارتاید جنسی فعالیت کنن و به جای اینکه بگم مثلا دولت اسرائیل یه دولت آپارتاید هست. و خب مشخص آپارتاید جنسی یه جرم واقعا علیه بشریت و من جزوه یه کمپینی هم که خواستمون اینه که مثل آپارتاید نژادی، آپارتاید جنسی هم به عنوان یک جرم علیه بشریت شناخته بشه. ولی این به این معنی نیست که هیچ نوع آپارتایدی دیگه تو دنیا وجود نداره. بدون شک، بی شک، دولت اسرائیل یک حکومت آپارتاید نژادیه. این و این میشه به فاکتورهای خیلی زیادی نگاه کرد که اینو ثابت کرد. آپارتاید یعنی چی؟ یعنی بسته‌بندی کردن و تقسیم مردم بین گروه‌های متفاوت و قوانین و رفتار تبعیض‌آمیز و متفاوت بستگی به کدوم دسته هستی تو این جامعه. مشخصه اگر یهودی باشی خب حق و حقوق کامل داری، ولی اگر عرب یا فلسطینی باشی حق و حقوق متفاوتی داری و این توی تمام سطوح زندگی میشه این تبعیض و این رفتار متفاوت رو دید، چه توی حق تحرک و سفر، موومنت، حق موومنت، توی اسکان، توی آموزش و پرورش، توی خرید و اجاره زمین. برای مثال یه مثال فقط میتونم اگر بهتون بگم، اگر مثلا این کسایی که ستلر یهودی هستن میرن توی مناطق فلسطینی خونه سازی میکنن و میان به یه نوعی اشغالگرن ولی بهشون میگن ستلر، اگر اینا بازداشت بشن که مسلمه خیلی کم بازداشت میشن به خاطر اینکه این جزء سیاست های دولت اسرائیلی که هر چقدر زمینای فلسطینیا رو هر چقدر کمتر و کمتر کنه، ولی اگر بازداشت بشن بر مبنای قانون مدنی اسرائیل محاکمه میشن، ولی اگر یه فلسطینی بازداشت بشه بر مبنای قانون نظامی بازداشت میشه. یعنی خیلی مشخصه که این رفتار دوگانه در همه سطوح وجود داره. و نکته دیگر رو میخوام اینجا بیارم، اینه که ببینین خیلی از ماهایی که مبارزه میکنیم علیه جمهوری اسلامی، برای ما خیلی مثل روز روشنه که حکومت اسلامی نمیتونه دموکراتیک باشه، نمیتونه حق و حقوق تمام شهروندان رو به رسمیت بشناسه. این یک واقعیت، یکی از خصوصیات یه دولت مذهبیه. حالا چطور میشه یه حکومت یهودی باشه بعد کسایی هستن که میگن این یه دموکراسی و یه دولتی که حق و حقوق مردم رو رسمیت میشناسه؟ کاملا امکان پذیر نیست وقتی به آپارتاید نگاه میکنیم تو این جامعه و در ضمن اینکه این یک حکومت یهودیه. یهودیان از همه دنیا میتونن بیان توی اسرائیل زندگی کنن، ولی فلسطینی که جد آبادش از اونجاست، همه یعنی نسل‌ها از اون خاک میاد، اون حق زندگی در اون کشور نداشته باشه. جالبه اتفاقا من این توی قضیه سیستم غذایی اسرائیل این کاملا مشخصه. یعنی شما اگه دستگیر بشی به عنوان فلسطینی یا اسرائیلی متفاوت باتون برخورد میکنن. من رفته بودم توی اخیرا توی جلسه با
با چندین اسرائیلی بودن، فلسطینی بودن، جزء جنبش صلح بودن که با هم دارن همکاری میکنن. یکی از این کسایی که اونجا بود میگفت من توی اورشلیم بودم، 3 ماه پیش دستگیر شدم، 2 3 هفته توی دستگیر کردن، توی زندان منو زندان کردن، وکیل گرفتم، رفتم دادگاه و آزاد شدم به خاطر که ثابت کردم که دستگیری من غیر قانونی بوده. رفیق من رو که فلسطینی بود دستگیرش کردن، هنوز تو زندانه، نه وکیل داره نه امکان دسترسی به چیزی داره، امکان داره سالهای سال توی زندان که کاملا متفاوته از زندانهای معمولی توی اسرائیل، میتونه بمونه تو سالهای اونجا. و این گفت من واقعا انقدر ناراحت میکنه و هنوز که هنوز من در رابطه با این برخورد دوگانه ای که دولت اسرائیل داره تو تمام سطوح وجود داره بین اسرائیلیا و فلسطینیا ناراحت بود و در واقع یکی علت اعتراضش هم این آپارتاید بود. میگفت بابا جان توی خیابونای متفاوت کشیدن، جاده متفاوت کشیدن، اجازه نداری، تو باید پرمیت داشت، به سیستم پرمیت گذاشتن، سیستم کار برای فلسطینی ها پرمیت داره، تو باید پرمیت داری، باید چک پوینت باید برین، چکت میکنن 1000 تا، اگه بخوان راد میدن، اگه بخوان راد نمیدن، 1000 و 1 مشکل برای مردم فلسطین وجود. یعنی که این که کسی بیاد بگه که دولت اسرائیل دولت مذهبی دست راستی تو اسرائیل، میتونه دولتی باشه که چیز باشه ولی قوانین یکسان برای یک قانون برای همه باید داشته باشه، نمیتونه تو ما قوانین متفاوت داشته باشی. کسی که بیاد دولت مذهبی دست راستی اسرائیل به یه دولت دموکراتیکه و همین کافیه چون انتخابات گذاشتن، نتانیاهو رو انتخاب کردن، that's it. دیگه هیچ ما هیچ شکایتی نمیتونیم بکنیم، کسی نمیتونه اعتراض بکنه، هر کاری هم بکنن، دموکراتیکه. مثل یه انتخابات جمهوری هم بزن، اسلامی هم دموکراتیکه دیگه، دموکراتیک انتخابات دارن میذارن دیگه تمام. یعنی هیچ سیستم هیچ کسی رو قبول نمیکنن دیگه. بر همین مبنا جمهوری اسلامی همقدر دموکراتیکه که سیستم اسرائیل هم دموکراتیکه. اتفاقا دموکراتیک یک سیستم غیر انسانی آپارتایدیه که حل مسئله فلسطین اسرائیل بدون برخورد به آپارتاید توی اسرائیل حل نمیشه، بدون برخورد به جنایت اسلامی حل نمیشه، بدون برخورد با این جنایت راست مذهبی توی اسرائیل هم غیر قابل اینه که حل بشه. یعنی یکی مشکلات اینه که حتما در این مورد باید بیشتر صحبت بکنیم. همونطوری که ما با یک جریان سیستم آپارتایدی در اسرائیل رو هستیم، در این حال این طرف قضیه رو نمیشه فراموش کرد. ما با یک جریان تروریستی که هوادار آپارتاید، هوادار نابودی 7.5 مردم یهودی توی اسرائیل و خواهان صلح هم نیست، ما با اینم روبرو هستیم و باید این قضیه هم نمیشه ازش چشم پوشی کرد. حماس جریانیه که در واقع اگه اجازه بدی از زندگی رو برای مردم فلسطین از جمهوری اسلامی الان نگاه کن، تحت کنترل حماس، اگه اجازه بهش داده بشه، اگه امکان داشته باشه، اگه کل فلسطین مستقل رو مثلا در نظر بگیره، زندگی مردم رو مثل همونطوری که توی ایران سیاه کردن اسلامی ها، توی افغانستان سیاه کردن، این کارم برای مردم فلسطین تو الان هم هر چقدر که قدرت داشتن این کارو کردن، ما با این مسئله هم نمیتونیم فراموش بکنیم. دقیقا، یعنی وقتی نگاه میکنیم خب یه سری افراد هستن که میگن که مثلا حماس، و اینو ما توی خود ایران هم دیدیم در دفاع از جمهوری اسلامی، که یک جنبش مقاومت، یک نیروی مقاومته. واقعیتش اینه که حماس، حزب الله، جمهوری اسلامی، اینا نیروهای سرکوبن، نیروهایی هن که واقعا زندگی مردم رو سیاه کردن. و اگر تو خود فلسطین نگاه کنیم، طرفدار قوانین شرعیه، طرفدار کشتن کسایی که مرتدن، آتیستن، علیه همجنسگرایان، یهودی ستیز، یعنی اینا جزوی از خصوصیات جنبش اسلام سیاسیه. خب سلمان رشدی هم این مسئله رو مطرح کرد، میگفت که همه کسایی که طرفدار مردم فلسطینن، اینا باید فراموش کنن که حماس اگر بیاد توی قدرت مثل طالبان خواهد بود. و یه واقعیت اینه که خب این مشخصه، ولی چیزی که فراموش میشه اینجا اینه که همونطور که خودتونم گفتین، این حماس یه پدیده‌ای که خود
دولت اسرائیل به میدان آورد. میدونیم حتی مثلا توی جمهوری اسلامی تاریخ این جنبش اسلامی توی ایران، ما میدونیم که انقلاب ایران انقلاب اسلامی نبوده، ولی خب در اون دوره جنگ سرد بوده و دولت های غربی تصمیم گرفتن که ترجیح میدن یک حکومت اسلامی اونجا باشه، چون داشتن یک کمربند سبز یا اسلامی دوره شوروی اون دوره داشتن به وجود می آوردن. خب مثلا مجاهدین افغانستان و اونا آموزش دادن و بهشون اسلحه و اینا دادن. این جزو تاریخ بشری، همه این مطلع هستن. ولی خب چیزی که وقتی این صحبت میشه در تو حماس، اینم نباید فراموش بشه. و در ضمن چطوری مردم فلسطین میتونن علیه حماس مقاومت کنن، همونطوری که مثلا انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب ژینا تو ایران ما دیدیم، چطوری میتونن وقتی که نسل‌کشی داره صورت میگیره، وقتی که کاملا تحت بمباران و اشغال و نسل‌کشی هستن، چطوری میتونن اون مقاومتی که لازمه علیه حماس رو سازمان بدن؟ یعنی به نظرم این اهمیت ویژه‌ای داره که باید این نسل‌کشی، باید این جنگ تموم بشه تا بتونن مردم فلسطین نفسی بکشن که بتونن برای حق و حقوق خودشون مبارزه کنن. مردم فلسطین کمتر از مردم ایران نیستن، کمتر از مردم افغانستان نیستن، میدونن حماس چیه، همونطوری که زنان ایران میدونن حماس چیه، زنان فلسطینی هم خوب میدونن حماس یعنی چی برای آزادیشون، برای زندگیشون. ولی باید این امکان رو داشته باشن که بتونن علیهش مبارزه کنن و مقاومت کنن. من درون نکته مهمی رو انگوش گذاشتین شما روش مریم. نگاه کنی خود به وجود بردن جریانات اسلامی در مسئله فلسطین و رشد این قضیه، جدا از اینکه جمهوری اسلامی خب خیلی تلاش میکرد این کار بکنن، سیاست مستقیم دولت اسرائیل بود که بر علیه سازمان آزادی بخش فلسطین یک قطب به وجود بیاره، و این بیشتر جزی از استراتژی عمومی دولت آمریکا و جریانات اروپاییه که دخالتشون توی خاورمیانه با تیکه تیکه کردن و به نفی زمینه اعتراض های اجتماعی و رادیکاله. شما اینو اصلا میتونید ببینید، نگاه کنیم اصلا توی عراق چیکار کردن، تا اومدن صدام رو سرنگون کردن و به شکل نظامی اومدن جامعه رو بر مبنای مذهبی و اتنیکی شروع کردن تقسیم کردن، اصلا مجلسی رو که درست کردن انتخابات رو گذاشتن بر مبنای اتنیک و گروه های مذهبی رو بردن اونجا. یادمون نرفته چطوری توی سوریه چیکار کردن، توی توی لیبی چیکار کردن، هنوز جوامع در واقع از اون آتش اون جنگ هنوز سر بر نخواستن و در واقع این کار هم میخوان با بقیه یه چیز بکنن، و این سیاستشون توی توی مسئله فلسطین هم تو همین شکل حماس خودش نشون میده در علیه جنبش آزادی بخش فلسطین، بخاطر که نمیخواستن یک دولت مستقل فلسطین به وجود بیاد این قضیه حل بکنه. ولی واقعیتش اینه که 7 میلیون نیم همونطوری که گفتم مردم فلسطین هستن، 7 میلیون مردم اسرائیلی اونجا هستن، اینا هیچ جا نمیرن، اینا اینجا خواهند بود. و به نظر من این قضیه رو باید نمیشه بدون رجوع به با وجود بردن شرایطی هم مردم اسرائیل بتونن به علیه جهت راست حاکم بر اسرائیل به جنگن که دار شروع کردن این کار دارن میکنن، همین که توی فلسطین مردم متشرط به وجود بیاد که مردم بتونن بعد جهت اسلامی خودشونو سازمان بدن. به نظرم یه مشکل اساسی اینجا اینه که کلن وقتی نگاه میکنیم به این وضعیتی که الان توی اسرائیل و فلسطین هستش، میبینیم که یه نوع دیدگاه قبیله گرایی وجود داره، به خاطر اینکه مثلا دولت اسرائیل یه کاری میکنه، تمام یهودی های دنیا و تمام مردم اسرائیل مقصرن، و به همین خاطر یه نوع مقصر دونستن دست جمعی وجود داره. این یه دیدگاه قبیله‌ای واقعا، و به همین خاطر و انتقام دست جمعی اعمال میشه، و اینو ما توی خب فلسطین هم میبینیم. حماس میاد یه کاری میکنه و این دیدگاه که انتقام بگیره علیه حماس میاد نسل‌کشی میکنه
توی مناطق فلسطینی، یعنی عملا هویت انسانی رو از افراد گرفتن و مقصر دونستن مردم عادی برای جنایت هایی که دولت هاشون یا بالاخره جریاناتی که در قدرت هستن دارن انجام میدن. و این انسانیت گرفتن به نظرم خیلی کلیده، به خاطر اینکه خیلی واضح میشه دید وقتی که انسانیت آدما رو میگیری خیلی راحت میتونی هر کاری که میخوای بهشون بکنی، میتونی نفس کشی کنی. عملا هم خب دولت ها یا دارن حمایت میکنن یا سکوت کردن، یا واقعا تاثیر میدونم اعتراضات زیادی وجود داره ولی ادامه داره به خاطر این دیدگاه. این میشه دید که سخته که جلوی این جنایت ها رو گرفت به خاطر این دیدگاه در رابطه با کسایی که دیگر محسوب میشن. و ما میتونیم ببینیم در خیلی از جنبش ها برای حق یا برای پایان سرکوب و ستم، این خواسته که به عنوان انسان به رسمیت شناخته بشن خیلی اهمیت ویژه‌ای داشته. برای مثال، مثلا یه مثال توی جنبش مدنی توی آمریکا و کسایی که سیاه بودن مثلا تظاهرات میکردن و پلاکارد داشتن روشون که میگفت من انسانم، من انسانم، منو به عنوان انسان به رسمیت بشناسین. و فکر میکنم این خیلی ضروریه که ما بتونیم این هویت انسانی رو روش پای انسیست کنیم، یعنی واقعا اصرار داشته باشیم که هم اسرائیل، هم یهودی، هم مسلمان، هم فلسطینی، هم تمام شهروندان، چون فقط شهروندان اسرائیلی و فلسطین که فقط یهودی و مسلمان نیستن، آتیست و بی خدا و سوسیالیست و نمیدونم کسی که داره کار انسانی انجام میده، افراد خیلی متفاوتی تو این جوامع وجود داره. حق شهروندی هم به نظرم یه مسئله دیگه است که خیلی مهمه و اهمیت داره. دقیقا، من فکر کنم همین یه بیان متفاوتی رو از نیاز هست. ما اگه یا پروپاگاندای دولت اسرائیل رو بخوام قبول کنیم، یا پروپاگاندای جنایت اسلامی رو که میخوان همدیگر رو نابود کنن و تمام جمعیت اون منطقه رو، چه فلسطینی و چه اسرائیلی رو میخوان از بین ببرن، در واقع دست به نابودی مردم منطقه دو تا گروه گرفتن، ما نمیتونیم ادامه بدیم. ما یه بیان متفاوتی باشم توی شما گفتین که انسان رو به رسمیت بشناسه، باید بتونه انسان رو فلسطین، اون فلسطینی واقعی رو، اون کودک واقعی، باید همون حق مقدار حقی داشته باشه که کسی که توی اروپا نشسته، کسی که توی اسرائیل نشسته، کودک فلسطینی همونقدر حق داشته، نه اینکه حق کمتری، نه اینکه حق متفاوتتری داشته باشه، دقیقا همون حد، یه استاندارد باید داشته باشه. و تا زمانی که این بیان به نظر من جای خودش رو پیدا نکرده، ما اسیر بیانای در واقع قبیله‌ای که شما اسمش رو گذاشتین، بیانای قبیله‌ای هستیم و اون نراتی و بیان قبیله‌ای هستیم. و این به نظر من نقش مهمی رو بازی میکنه که بشه یه جنبش متفاوتی رو نمایندگی کرد، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اخلاقی. و نمیشه شما قضیه فلسطین رو حل بکنین، قضیه این جنگ پایان بشه، ببینید که مثلا مردم همه یهودیای دنیا و مردم اسرائیل رو مقصر بدونن به خاطر کارهایی که دست راستیای مذهبی میکنن، همونطوری که مردم ایران رو نمیشه مقصر کارهایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران داره میکنه توی عراق و سوریه و کشورهای دیگه. مردم ایران مقصر این کار نیستن، مردم فلسطین مسئولیت کارهای حماس رو نباید داشته، نمیشه به عهدهشون گذاشت. و این بیان متفاوت و به وجود آوردن شخصیت متفاوت از مردم فلسطین، به وجود آوردن شخصیت متفاوت از مردمی که تو اسرائیل دارن زندگی میکنن، به نظر من این لازمه این کاره. الان گروه هایی هم دارن به وجود اومدن توی، همونطور که گفتیم، گروه هایی به وجود اومدن توی کشورهای مختلف، استندینگ توگدر، عربا، اسرائیلیا، یهودیا، مسلمونا، آتئیستا، دارن جمع شدن، هر کس که میخواد بیان میگن یه بیان متفاوتی رو به وجود بیارن، مخالف اکیپیشن هستن، مخالف این کارایی که دولت اسرائیل داره میکنه، مخالف حماس هستن و میخوان در صلح و آرامش مردم زندگی کنن. این بیان متفاوت، این جنبش باید بیان متفاوتی رو داشته باشه که دوری بکنه از این افکار و
ایده های قبیله‌ای.